کمتر هفته می گذرد که رسانه های مختلف افغانستان و رسانه های بین و از جنایت های جدید طالبان سخنی به میان نمی آورند. در یکی از جدیدترین جنایت ها و رفتارهای غیرانسانی غیر انسانی طالبان یکی از افسران ارشد نظامی دولت سابق افغانستان توسط نیروهای طالبان به قتل رسید. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. قتل یک عضو پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان در روزهای اخیر با واکنش های گسترده مواجه شده و افکار عمومی آن را نوعی انتقامجویی جنگجویان طالبان می دانند. روز جمعه گذشته رسانه های افغانستان خبر پیدا شدن جسد دونیم شده یک عضو پیشین نیروهای ارتش حکومت پیشین افغانستان را منتشر کردند. بر اساس گزارش رسانه ها ستار سیرت یک عضو جوان نیروهای ویژه ارتش حکومت پیشین افغانستان حدود دو هفته قبل در مسیر از سوی جنگجویان طالبان بازداشت شده و روز جمعه چهارده بهمن جسدش در دره مربوط به ولایت جوزجان در شمال افغانستان پیدا شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جنبش زنان مقتدر افغانستان به قتل این عضو ارتش حکومت پیشین این کشور واکنش نشان دادند. در اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره نحوه قتل ستار سیرت آمده طالبان این سرباز جوان را که متعلق به یک خانواده فقیر است در مسیر راه از موتور پیاده کرده و در یک دادگاه صحرایی به گونه وحشتناک نخست با سیخهای داغ بدنش را می و بعد از شکنجه های فراوان گلویش را میبرند و بدنش را از ناحیه کمر قطع کرده و در دشت می اندازند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که صد تار سیرت در اواخر دوره جمهوریت فعالیت نظامی را کنار گذاشته بود اما طالبان او را با قصاوت تمام به قتل رسانده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و فروپاشی نظام جمهوریت حبت الله آخوندزاده سرکرده ی طالبان فرمان اف عمومی صادر کرد و مقام های طالبان تاکید کردند که این فرمان شامل تمام شهروندان افغانستان از جمله نظامیان مقام های حکومت سابق و کارمندان دولت می شود. اما از آن زمان تا کنون گزارش های زیادی از بازداشت، شکنجه و قتل نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان به دست جنگجویان طالبان منتشر شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که نیروهای طالبان تا کنون صدها نظامی حکومت پیشین را به قتل رساندند. فاطمه موسوی اخبار شیعه